سلام بچه، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امروز تو این ویدیو میخوام در مورد چند تا از روش های تقویت مهارت شنیداری رو بهتون بگم که واقعا واسه خود من جواب داد. به عنوان کسی که حالا اینجا اومد زبانشو تقویت کرد، خیلی روش های خوبی بود. خیلی از حالا این استادهای زبان، خیلی از معلمهای زبان روش های مختلفی رو میگن که خیلی هاش، حالا نه خیلی هاش، ولی بعضیش واقعا خیلی جواب نمیداد. ولی چند تا از روش ها رو میخوام بهتون بگم که من اینجا تحت فشار، یعنی تحت اجبار رفتم سمت یادگیری زبان واسه اینکه مهارت شنیداری رو تقویت کنم. و این چند تا روش که میخوام بهتون بگم روش هایی هستش که واقعا جواب داد، حتی رو منی که خب زبانم خیلی قوی نبود و اینجا مجبور بودم زبانم رو بهتر کنم. امروز میخوام تو این ویدیو در مورد این صحبت کنم. و حالا انگیزه ساخت این ویدیو هم از اینجا اومد که داشتم دیروز پریروز با یکی از بچه‌ها در مورد مهاجرت به هلند صحبت می‌کردم. داشت یه سری اطلاعات و اینا می‌پرسید، یه سری سوال می‌پرسید و بعد صحبتمون دیگه یواش یواش رفت سمت یادگیری زبان و آموزش زبان و اینکه مثلا مشکلش تو زبان چیه. و مشکلی که داشت این بود که میگفت من خیلی لغت بلدم، خیلی لغت زیادی بلدم و موقع ریدینگ، موقع خوندن متن مشکل ندارم، اما موقع صحبت کردن و موقع شنیدن واقعا به مشکل می‌خورم، نمیتونم تشخیص بدم که مثلا اون طرف چی داره میگه. و اونجا بود که دیگه حالا من داشتم از تجربه‌ام بهش میگفتم و روش‌هایی که میتونه مهارت شنیداریشو تقویت کنه. گفتم تا این صحبت‌ها تو ذهنم هست بیام به شما هم بگم، حتی اگر یه نفر از شما یکی از این روش‌ها به دردش بخوره به نظر من خیلی کمک بزرگی میتونه باشه و من خودم واقعا حس خوبی میگیرم. اگر حالا دوست دارین با این روش‌ها آشنا بشین و اگر امتحانش نکردین بخواین امتحان کنین یا هر چیزی، این ویدیو مخصوص شماست. خب بریم سراغ نکته اول که به نظرم خیلی مهمه ولی واقعیتش نمیدونم چرا تا الان کسی به من نگفته بود. یعنی من این همه معلم زبان داشتم اون اوایل، نمیدونم چرا کسی به من نگفته بود. حالا احتمالاً دو تا علت داره، یا خیلی موضوع بدیهیه که باید هر دانش آموز زبان آموزی بدونه، هر زبان آموزی بدونه، یا اینکه حالا من شانس نداشتم یا حداقل این موضوع رو بهم نگفتن. ولی در صورت میخوام این نکته رو بهتون بگم، شاید به درد شما هم بخوره اگر نمیدونستین و خیلی مهمه. اونم چیه؟ اینه که آقا شما هر لغتی رو که میخواین یاد بگیرین از همون روز اول تلفظ درستش رو یاد بگیرین. ببین اصلا مهم نیست لهجتون چیه، اصلا مهم نیست لهجه انگلیسی دارین، فارسی دارین، عربی، ترکی، لهجه واقعا مهم نیست. حالا خودتون بیان این طرف کاملا متوجه میشین که کسی به لهجه شما ایراد نمیگیره، اصلا اهمیتی نداره، اما تلفظ خیلی مهمه و واقعا اینه که ممکنه مشکل ساز بشه. حالا الان مثلا واسهتون میزنم که کجاها ممکنه به مشکل بخوره. ببین من توی ویدیو دیگه قبلا گفته بودم که اگر شما یه نزدیک مثلا 1000 تا لغت پرتکرار هست که اگر این 1000 تا لغت رو حفظ کنین واقعا شاید 60-70% از مکالمات روزمره‌تون رو بتونین اینجا انجام بدین بدون هیچ دشواری، بدون هیچ دغدغه‌ای. اما همون لغت‌های پرتکرار رو هم که بخواین استفاده کنین مهمه که تلفظ درستش رو یاد بگیرین. الان واسهتون مثال میزنم، من با همین دوستم که داشتم صحبت می‌کردم یه واژه‌ای بود به معنی رایج، کامن به معنی رایج، و اینو موقعی که حالا داشت صحبت میکرد مثلا به هم میگفت کمون. و خب حالا من آخر صحبت بهش گفتم تلفظ درستش هم چیه، ولی فرض کن شما همین واژه کامن به معنی رایج و کمون یاد بگیری و بعد اینو بخوای تو مکالمات روزمره کمون استفاده کنی، یا منتظر باشی توی فایل لیسنینگ یا یه نفر که داره باهات صحبت میکنه این واژه کمون رو بگه و تو تشخیص بدی یعنی چی، خب احتمالش خیلی کمه، چون اصلا تلفظ اشتباهه، اصلا همچین تلفظی ما نداریم، همچین کلمه‌ای نداریم کمون. خب پس احتمالش خیلی کمه که شما متوجه بشی. پس چیزی که خیلی مهمه اینه که تلفظ درست رو یاد بگیریم از همون اول تا بتونیم به مرور که حالا دایره لغتامون بیشتر میشه و لیسنینگمون داره تقویت میشه بتونیم این لغت‌ها رو تشخیص بدیم. این خیلی مهمه که از روز اول تلفظ لغت‌ها رو درست یاد بگیریم یا پرونانسیشن لغت‌ها رو درست یاد بگیریم. و اون چیزی که میگن اکسنت فارسی خیلی بده و اینا یا لهجه فارسی خیلی بده اصلا اهمیتی نداره. به جای اینکه بخواید وقتتون رو بذارین رو بهتر کردن لهجتون، واقعا میتونین وقتتون رو بذارین رو بهتر یاد گرفتن تلفظ کلمه ها و این خیلی خیلی میتونه بهتون کمک کنه. Thank you.
بریم سراغ مورد بعدی که اونم دوباره خیلی مهمه، اینه که تا میتونین محیط دور و برتون رو انگلیسی کنین، یعنی انگلیسی گوش بدین، انگلیسی بخونین، سعی کنین هر چقدر شده کوتاه با خودتون انگلیسی حرف بزنین و حتی اگر شد صداتون رو ضبط کنین، بعداً به صدای خودتون گوش بدین. در هر سطحی از زبان که باشین میتونین متوجه بشین که چه اشتباهاتی رو خودتون انجام دادین وقتی به فایلی که ضبط کردین از صدای خودتون بخواید گوش بدین. حالا بریم اول سر بخش اصلی که داشتم بهتون گفتم، دور و برتون رو کلا با محیط انگلیسی پر کنین و اون اول که آدم میخواد مثلا فایل انگلیسی گوش بده احتمالا خیلی چیزا رو متوجه نمیشه، اما نکته که خیلی مهمه که من خودم انجام دادم و فهمیدم آقا واقعا جواب میده اینه که شما حتی اگر از یه جمله مثلا 10 کلمه ای دو تا لغتشو یاد بگیری این خیلی ارزشمنده. یعنی سعی کن همون دو تا لغتی که بلدی رو تو اون 10 تا کلمه تشخیص بدی. حالا میتونه یه فایل صوتی باشه که مثلا چند دقیقه است، ولی تو همون لغتایی که بلدی رو سعی کن تشخیص بدی خب، و بعد بر اساس همین لغتا سعی کن حد بزنی معنی چیه. این حد زدن هم خیلی مهمه، الان جلوتر بهتون میگم، ولی سعی کن با همین تعداد لغت کم حد بزنی معنی چیه، و هر چقدر شما به مرور زمان لغتای بیشتر یاد بگیری داره لغتت بیشتر بشه و تلفظهای درستش رو یاد گرفته باشی میتونی لغتای بیشتری تشخیص بدی تو جمله، و هر چی تعداد لغتایی که بیشتر تشخیص میدی بیشتر باشه، یعنی لغتایی که تشخیص میدی بیشتر باشه، به مرور بهتر میتونی معنی کلا اون جمله رو حدس بزنی، و خب این خیلی بهت کمک میکنه که بتونی معنی کلا اون داستان رو بفهمی، بتونی تشخیص بدی طرف چی داره میگه. حالا این کجا مهمه، کجا به درد میخوره این حد زدنه؟ ببین شما پس فردا مثلا بخوای توی جلسه کاری با یه نفر صحبت کنی، ممکنه طرف یه موضوعی رو داره مطرح میکنه و تو یکی دو تا لغتش رو نفهمی طرف چی میگه، اصلا ندونی یعنی چی. اونجا که نمیتونی به طرف بگی صبر کن من برم ببینم تو دیکشنری معنیش چیه، یا نمیتونی به طرف بگی که آقا معنی این کلمات چیه یه ساعت واسه من توضیح بده وسط جلسه کاری نمیشه که. پس باید بتونی حدس بزنی، حالا یکی دو تا لغت اگر جا افتادی بتونی حدس بزنی معنی چیه و بعد بر اساس اون جواب بدی. یا فرض کن تو جلسه دفاع ارشدت یا جلسه دفاع دکترات یا هر چیزی شما قراره یه سری سوال ازت پرسیده بشه، قرار نیست همه این لغت‌ها رو بلد باشی. که ببین ما تا آخر عمرمونم نیتیو که نیستیم، انگلیسی میشه زبان دوم یا سوم یا هر چی، ولی نیتیو نیستیم. پس به مرور لغت‌های بیشتری رو یاد می‌گیریم و همیشه پیش میاد لغت‌هایی که بلد نباشیم، ولی تو باید بتونی حدس بزنی معنی لغت‌ها رو تا جایی که ممکنه و بعد در اساس اون حالا جواب بدی. پس این حد زدن هر چی شما بیشتر تمرین کنی که بتونی با لغتایی که تشخیص میدی حد بزنی معنی چیه، به مرور خودت راه میفتی و پس فردا اگر بخوای توی جلسه کاری باهات صحبت کردن و ازت نظر خواستن بتونی سریع معنی جمله رو حد بزنی، یه تحلیلی تو ذهنت انجام بدی و جواب طرفو بدی. پس این رو هم حواستون باشه، تا میتونین لغتایی رو که توی جمله تکراری هستش یا آشنا هستین رو تشخیص بدین، هر چی لغتای بیشتری بلد باشین به مرور لغتها رو بیشتر میتونین تشخیص بدین. لغتای بیشتر رو تشخیص دادن کمک میکنه که حدس بهتر از معنی جمله بزنین و به مرور میتونه بهتون کمک کنه که معنی جمله رو متوجه بشین. نکته بعدی که داشتم میگفتم اینه که شما صدای خودتون رو ضبط کنین، اگر شده مثلا فرض کن تو حیات هر جا با خودتون یه ذره صحبت کنین، جملاتتون تو خیلی ساده باشه، خیلی مبتدی باشه، از جملات خیلی ساده که I am walking مثلا دارم راه میرم یا I'm drinking water هر چی، جملات خیلی ساده روزانه و خیلی مبتدی رو میتونی بگی و بعدم به صدای خودت گوش بدی و بعد بر اساس اونها حتی خودت متوجه میشی که یه سری گرامرها رو داری اشتباه میگی یا یه سری تلفظها رو داری اشتباه میگی، و سعی کنی دفعه بعد اینا رو تکرار نکنی، سعی کنی اینا رو اصلاح کنی. این هم به لیسنینگ شما کمک میکنه و هم اسپیکینگتون و هم تو مهارت های دیگه که حالا به گرامر نیاز داره، عین نوشتن و حتی خوندن که بتونین تشخیص بدین که هر جای چه لغتی استفاده میشه. پس اینم دو تا نکته که الان بهتون گفتم، یکی این که سعی کنین لیسنینگ گوش بدین، لغتایی که تشخیص میدین رو بیشتر کنین توی فایل و حد بزنین و بر اساس اونها حد بزنین، و مورد دوم این که صدای خودتون رو گوش کنین و سعی کنین اشتباهاتی که دارین رو برطرف کنین. خب موضوع بعدی که میخوام بهتون بگم، نکته بعدی در مورد فیلم و سریال و این داستان هست. ببین من میگم موقعی که اومدم اینجا چون زبانم ضعیف بود باید خودم تحقیق میکردم، ویدیوهای مختلف ببینم، با کسایی که متخصصن مشورت کنم ببینم من زبانم چطوری میتونم تو مدت زمان کم بهتر کنم، چون واقعا وقتم کم بود، باید زبانمو بهتر میکردم بتونم با آدم‌ها ارتباط برقرار کنم، بتونم درسامو بخونم، بتونم دفاع کنم از تزم، و اینا خیلی اهمیت داشت واسم، و خب خیلی تحقیق کردم و چیزایی که الان دارم بهتون میگم چیزایی که واقعا در موردش تحقیق کردم قبلا خودم و استفاده کردم خیلی از این روش‌ها رو، و مطمئنم واسه هر کسی میتونه مثبت باشه. حالا بعضیاتون ممکنه این روش‌ها رو استفاده کرده باشید، بعضیاتون ممکنه واسهتون جدید باشه، اما نکته‌ای که میخوام بهتون بگم در مورد فیلم و سریال و این داستان است. ببین
خیلی ها میگن آقا بشین فیلم ببین، بشین سریال ببین، زبان تقویت میشه و اینا. اما چند تا نکته داره. ببین فیلم دیدن واقعا کمکی نمیکنه بهتون اگر سطح زبانتون پایین باشه. این من که اون اول زبانم ضعیف بود، دیدن فیلم انگلیسی هیچ تأثیری در بهبود زبانم نداشت. چرا؟ چون فیلم ها معمولا کلی افکت های صوتی تصویری داره، یا کلی اصلا هدفش اینه که شما رو سرگرم کنه، هدفش این نیست که خیلی مکالمه محور باشه. واسه همین اصلا فیلم دیدن تأثیر آنچنانی تو سطح زبان شما نداره، مگر اینکه سطح زبانتون خوب باشه، اون یه داستان دیگه است. اما اگر سطح زبانتون پایین یا متوسط هستش، بهتره که فیلم نگاه نکنین، چون فقط وقتتون هدر میده، مگر اینکه هدفتون تفریح باشه. اما دیدن سریال خیلی میتونه بهتون کمک کنه. اگر شما بتونید سریالای پیدا کنین که یه سری شخصیت‌های ثابت داره توش، یعنی شخصیت‌ها ثابتن آدماش، و حالا موضوعات عوض میشه، هر روز یه موضوعی، آدما سر یه سری موضوعات میان با هم دیگه حرف میزنن، این خیلی میتونه بهتون کمک کنه، خیلی به دردتون میخوره. به عنوان مثال فرض کن مثلا سریال فرنز رو شما اگر بخوای ببینی، واسه زبان خیلی خوبه. چرا؟ چون شخصیت‌ها ثابتن، شما به مرور زمان میتونی ارتباط برقرار کنی با اون شخصیت‌ها، میتونی بفهمی که آقا تو همچین شرایطی این فرد احتمالاً میخواد اینو بگه، یا مثلا نوع صحبت کردنش، لهجهش، تلفظش چطوره، و موقعی که داری گوش میدی گوشت آشناست، اصلا کلا با اون شخصیت آشنایی و بیشتر تمرکزت رو اینه که جملاتو چی داره میگه، و این خیلی بهت کمک میکنه که بتونی لغت‌های بیشتری رو تشخیص بدی، جملات رو بتونی معنیش رو حدس بزنی، و به مرور زبانت بهتر بشه. این واسه لیسنینگ. پس سریال انتخاب کنین، و مخصوصا سریال‌هایی که سطح زبانش ذره پایین‌تر باشه و شخصیت‌ها توش ثابت باشن، یعنی خیلی شخصیت‌ها متغیر نباشن تو اون سریال. یه چیزی هم بهتون بگم، موقعی که حالا شما می‌خواید مثلا یه سریال رو نگاه کنین، اگر یه جمله قشنگی شنیدین، یه جمله که به نظرتون خیلی پرکاربرد بود، یعنی احساس میکنین تو زندگی روزمره هم این جمله رو ممکنه زیاد ازش استفاده کنین، اول از همه یه لحظه پاز بزنین، اون جمله رو سعی کنین تکرار کنین، یعنی به همون نحوی که اون طرف گفت اون جمله رو تکرارش کنین. و دوم، اگر دیدین اون جمله قشنگه، سعی کنین واسه خودتون توی کاغذ، توی دفتر بنویسین، و بعدن این جملات رو مرور کنین. سر فرصت، حالا هر یکی دو روز، هر یه هفته، بشین این جملات رو تکرار کنین و یه جورایی تقریبا ملکه ذهنتون بشه. این خیلی بهتون کمک میکنه که با جملاتی آشنا بشین که تو مکالمات روزمره خیلی استفاده میشه و کار شما رو راحت تر میکنه، چه واسه اسپیکینگ، چه واسه لیسنینگ. خب موضوع بعدی که میخوام بهتون بگم در مورد زیرنویس هاست. ببین سر این قضیه هم خیلی بحثه که یه سری معلم زبان‌ها میگن زیرنویس به هیچ وجه استفاده نکن، بعضی‌هاشون هم میگن زیرنویس خیلی خوب استفاده کنی. اما چیزی که من متوجه شدم و حالا در موردش قبلا رو تحقیق کردم اینه که زیرنویس اگر فارسی باشه کلاً به درد نمیخوره، یعنی مطمئن باشین که سطح زبان شما پیشرفت نخواهد کرد، پس رفتم خواهد داشت، و زیرنویس فارسی اصلاً به درد نمیخوره. اما بریم سراغ زیرنویسایی که حالا انگلیسی باشن. زیرنویسای انگلیسی اگر سطح زبان شما متوسط رو به بالا باشه، خوب باشه زبانتون، زیرنویس بهتره نذارین، یعنی ما ترجیحاً فیلم رو بدون زیرنویس ببینیم، یا حداقل بار اول بدون زیرنویس ببینیم، و بعد اگر حالا متوجه نشدین بار دوم با زیرنویس ببینیم. اما در مورد کسایی که سطح زبانشون حالا ضعیف‌تره، یا مقدماتیه، یا متوسط رو به پایینه، یعنی چیزی که من مثلا خودم بودم، حتماً و حتماً زیرنویس استفاده کنین، واقعاً تأثیر داره. چرا؟ الان بهتون میگم کجاها به دردتون میخوره. نکته اول، گفتم خیلی وقتا ممکنه مثلا ما این لغتی رو یاد بگیریم تلفظمون اشتباه باشه، یعنی از همون روز اول ما تلفظ اشتباه رو یاد گرفتیم. خب تو این شرایط شما چیکار میتونی بکنی که تلفظها رو درست متوجه بشی، یا اگر اشتباهی داری متوجه بشی؟ اینکه وقتی داری یه سریال رو نگاه میکنی و طرف داره حرف میزنه، تو زیرنویس رو داشته باشی و یه جوری خط ببری، ببینی طرف چیزی که داره میگه با واژه‌ای که نوشته چیه. مثلا اگر تو واژه کامن رو به صورت کمون یاد گرفتی و الان طرف داره میخونه کامن، خب میفهمی که اشتباه یاد گرفتی و اونجا میتونی اشتباهات رو برطرف کنی. پس زیرنویس یکی از چیزایی که واسه من خیلی مفید بود و به درد میخورد این بود که یه سری از تلفظ‌ها رو فهمیدم اشتباه دارم میگم و یاد گرفتم. مورد دوم، باعث میشه که شما سرعت تندخوانیت بره بالاتر، یعنی موقعی که داره مثلا طرف حرف میزنه و شما داری خط میبری، ناخودآگاه داری اون لغت ها رو، اون جملات رو تکرار میکنی، با خودت میخونی و یاد میگیری، و خیلی سریعتر میتونی جمله رو بخونی، حد بزنی معنیش چیه. پس سرعت تندخونی شما هم میره بالاتر. نکته سوم که خیلی به درد میخوره و واسه من دوباره مفید بود اینه که شما هرچی این زیرنویس ها رو بیشتر ببینی و بشنوی و انگار جملات رو بشنوی،
ناخودآگاه یه سری از ساختارها، یه سری از لغت‌ها هی داره تو ذهن شما تکرار میشه، یه سری از جملات هی داره تکرار میشه و با ساختار جملات آشنا میشی و به مرور خیلی واسط راحت تره که تشخیص بدی مثلا اون جمله چیه. بذار الان مثال بزنم واسط. مثلا فرض کن شما میخوای بگی که I'm going to school، من میرم مدرسه. I'm going home، من میرم خونه. I'm going to the office، من میرم به مثلا محل کارمون، شرکتمون، آفیسمون. میبینیم یه سری ساختار داره تکرار میشه، I'm going to، و حالا فقط شما لغت رو داری عوض میکنی. پس دفعه بعدی مثلا اگر بخوای بشنوی یا بخوای بخونی، اون ساختاره واسه تکراریه، آشنایی، و تنها انرژی که ازت میبره اینه که اون لغت های آخر رو عوض کنی. یعنی ساختار یکیه، تا این ساختار رو بشنوی سریع یادت میاد داستان چیه و حالا لغت های داره عوض میشه. و این تو اسپیکینگ هم به درد میخوره. یعنی تو هر موقع بخوای بگی من دارم میرم یه جایی، اون I'm going to رو برمیداری، فقط اون محل تو داری عوض میکنی. پس خیلی کارت رو راحت تر میکنه و جلو میندازه. یا مثلا یه مثال دیگه، فرض کن مثلا میخوای بگی I would like to، من دوست دارم که، حالا میتونی بگی I would like to order a pizza، I would like to go to the school، I would like to whatever، یعنی هر چیزی. خب یعنی اون I would like، اون ساختاره که به معنی مثلا من دوست دارم یه کاری رو، یه چیزی رو، اون ساختار رو برداشتی و حالا داری هی لغت ها رو آخرش میذاری، هی جمله رو بزرگترش میکنی، بیشترش میکنی، حالا چه تو صحبت کردن باشه، چه تو نوشتن باشه، چه تو خوندن. پس هرچی این زیرنویس ها رو بیشتر بتونی ببینی و بخونی و مثلا با فایل لیسنینگ تطبیقش بدی، دوباره به همه مهارت های زبانی شما به خصوص لیسنینگتون میتونه کمک کنه. نکته دیگه هم که میخوام بهتون بگم، دوباره انگار یه جورایی ربط داره به همین ساختارها و اینا، یعنی به نکته قبلی یه جورایی ربط داره. تا میتونین فایل های انگلیسی رو بخونین، کتاب ها، روزنامه ها، یا هر متنی که به انگلیسی هستش رو سعی کنین بخونین. این دوباره دقیقاً این نکته قبلیه، خیلی بهتون کمک میکنه که ساختارها رو باهاش آشنا بشین، بتونین دایره لغتاتون رو بیشتر کنین. و این خوندنه، ببین، فقط هدف این نیست که بخوای الکی چیزی رو بخونی. موقعی که دارین متن رو میخونی، مهمه که سعی کنی یه سری ساختارها رو از توش در بیاری، ببینید ساختارا چه جوری استفاده شده، چه استراکچری داشته، گرامرش چطوره و چه لغتهایی توش استفاده شده، و بر اساس اینا به مرور متوجه میشی که آقا یه سری ساختارا داره همیشه تکرار میشه. پس تو خیلی کارت راحت میشه که بخوای جمله بسازی، بخوای یه چیزی رو بشنوی یا بخوای بنویسی، ساختار رو داری، فقط یه سری لغت عوض شده. پس خوندن متن به صورت زیاد دوباره خیلی میتونه روی لیسنینگ شما و همه مهارت‌های شما کمک کنه. حتما این کار رو انجام بدین. بهتون توصیه میکنم که کتاب‌ها، روزنامه‌ها یا هر چیزی که میخونین به انگلیسی باشه و خیلی سریع این پیشرفتتون رو خودتون متوجه میشین. خب اگر تا اینجا ویدیو واسهتون جالب و مفید بوده، ممنون میشم همین الان رو دکمه لایک کلیک کنین، چون خودتون میدونید دیگه چقدر به رشد کانال میتونه کمک کنه. دمتون گرم. مورد بعدی که میخوام بهتون بگم در مورد گوش دادن به پادکست و اخبار و این چیزاست. ببین دوباره اینم یه نکته ایه که خیلی از معلم زبانا میگن برین فایل‌های خبری، برین اخبار گوش بدین، نمیدونم این داستانا، ولی دوباره تجربه شخصیمو بهتون بگم، فایل های خبری، یعنی حالا لیسنینگ هایی که به صورت اخبار و اینا باشه، خیلی خوبه، اما به درد کسایی میخوره که سطح زبانشون از یه حدی بالاتر باشه، بتونن حداقل یه چیزایی متوجه بشن. واسه کسی که خیلی مبتدیه واقعا اخبار گوش دادنش به درد نمیخوره، کما اینکه اعتماد به نفس شما رو هم از بین میبره. یعنی احساس میکنید که من اون همه لغت مثلا خوندم، چرا بلد نیستم هیچی، چرا هیچی متوجه نمیشم. به این خاطر که معمولا تو اخبار یه ذره سطحش بالاتره، یعنی اونطوری خیلی راحت نیست، دایره لغت زیادی نسبت هم میخواد. و چیزی که من متوجه شدم و تجربه دارم اینه که معمولا شما زبانت به یه سطحی باید برسه، به سطحی برسه و بعد. حالا تفاوت این فایل های خبری با پادکست ها چیه؟ ببین تو اخبار خوبیش اینه که کسی که داره مثلا خبر رو میگه یا گوینده خبره، خب اول از همه صدای خوبی داره، تلفظ خیلی خوبی داره، لغت‌ها رو به درستی تلفظ میکنه و گرامرهایی که داره استفاده میکنه واسه جملاتش کاملا درست، صحیح و اصولیه و شما داری یه فایل شسته رفته رو گوش میدی و خب خیلی میتونه به سطح زبان شما کمک کنه اگر از یه سطحی بالاتر باشی. اما خوبی پادکست چیه؟ پادکست ها خوبیش اینه که تنوع خیلی زیادی داره. دو، اینکه لول بندیه، یعنی شما میتونید با توجه به سطح خودت پیدا کنی که چه پادکستی رو گوش بدی و تو هر پادکست میتونه موضوعات مختلفی باشه. پادکست های مختلفی داریم که فقط هدفش اینه که شما زبانت تقویت بشه و تو هر درسی یه سری لغت های خاص هستش که داره بهتون یاد میده. پس گوش کردن به پادکست خیلی جالبه، مخصوصا اینکه همه جا در دسترسه. یعنی همین الان که من دارم راه میرم میتونم یه هدست بذارم پادکست گوش بدم، موقعی که موقع رانندگی میتونم پادکست گوش بدم، موقعی که تو قطارم، تاکسی ام، اتوبوس ام، یا تو خونه نشستم مثلا بیکارم، میتونم پادکست گوش بدم. پادکست خیلی در دسترس، تنوع داره و لول بندیه.
واسه همین من ترجیح هم اینه اگر شما سطحتون نسبتا پایین هستش حتما و حتما پادکست گوش بدین، اما اگر سطح زبانتون بالاتره حق انتخاب دارین، یعنی هم میتونین فایل های خبری رو گوش بدین هم میتونین پادکست، خیلی فرقی نمیکنه، جفتش خیلی مفید و مثبت هستش. این نظر من بود در مورد پادکست ها و کلن فایل های خبری، که خب شاید خیلی از استادای زبان بگن که نه اخبار گوش بدیم و خیلی به دردتون میخوره، ولی تجربه من این بود که شما سطح زبانت باید به حدی برسه بعد میتونی فایل های خبری رو گوش بدی و متوجه بشی. در مورد این پادکست ها من چند تا از پادکست های خوب رو میذارم تو توضیحات که حالا شما هم تماشا کنین، اگر دوست داشتین پادکست رو انتخاب کنین تماشا کنین. یه سری سریال های خوبم دوباره لیستشو پایین میذارم، این فرندز، هاو آی مت یور مادر، اینا رو میذارم اگر دوست داشتین مثلا با این سریال ها یا فیلم ها آشنا بشین. اما بریم سراغ مورد بعدی، این که یوتیوب هم خیلی میتونه بهتون کمک کنه. ببین تو یوتیوب تنوع خیلی زیادی داره، دوباره ویدیوهای مختلفیه که یه فرد حالا نشسته مثلا داره واسه شما صحبت میکنه و شما حتی صورت طرفو میبینی که داره چطوری صحبت میکنه. خوبیه دیگه اش اینه که میتونی سرعت ویدیو رو کم کنی، مثلا اگر متوجه نمیشی سرعتش رو یه ذره بیاری پایین‌تر. تو خود یوتیوب این تنظیماتو داره دیگه، همین الان این ویدیویی که شما نگاه میکنید اون پایین تو تنظیمات میتونی سرعتش رو یه ذره کم و زیاد کنی. این خیلی گزینه خوبیه مخصوصا واسه لیسنی و آموزش زبان. و این که میگم ویدیوهای خیلی متنوعی داره، یعنی شما میتونید ویدیوهایی که با توجه به سطح زبان شما هستش رو انتخاب کنید، میتونید ویدیوهایی که انیمیشن هستش، ویدیوهایی که داستانیه واسه کودکان هستش، یا ویدیوهایی که اصلا مختص زبانه، یعنی شما همین الان سرچ کنید لیسنینگ کلی ویدیوهای مختلف واسات پیدا میشه. یوتیوب رو غافل نشین ازش، واقعا بهتون کمک میکنه تو هر سطحی از زبان که هستین. یوتیوب میتونه گزینه خیلی خوب برای یادگیری باشه. خلاصه اینا یه سری از روش هایی بود که میگم من اینا رو واقعا تجربه کردم، خودم تو شرایطی بودم که باید از این روش ها استفاده میکردم، یعنی بهترین روش ها رو پیدا میکردم که در کوتاه ترین زبانم رو بهتر کنم. و خب اینا تجربه هایی هستش که من داشتم و میگم همش هم واقعا تحقیق شده است، یعنی اینطوری نیست که الان یه چیزی رو از خودم بگم و فقط تجربه باشه. تجربه هستش که بر اساس تحقیقاتیه که خودم انجام دادم. اون زمانی که اومدم اینجا مجبور بودم کلی اینور اونور جستجو کنم، سرچ کنم ببینم چه راهی باید انجام بدم که زبانم خیلی سریع رشد کنه و بتونم بهتر ارتباط برقرار کنم. شما همین روش ها رو به نظرم استفاده کنین. اگر هم کلاس زبان میرین حتی خیلی بهتره که شما قبلش با معلم زبانتون این موضوعات رو چک کنین، ازشون بپرسین آیا این روش بهتره، آیا این روش بده، و ازشون بپرسین اگر دلیل منطقی واسهتون آوردن که نه این روش رو استفاده نکن، خب بعد انجامش ندید. ولی اگر دلیل قانع کننده‌ای نداشتن بهتون قول میدم این روش‌ها خیلی میتونه بهتون کمک کنه. یعنی تک تک این روش‌هایی که بهتون گفتم به ترتیب حال گفتنم از همون اول اهمیتش بیشتره، یعنی تلفظ لغت‌ها شاید از همش اهمیتش بیشتر باشه. دوم این که هر چقدر محیطتون دور براتون انگلیسی باشه بهتر میتونید زبانتون رو تقویت کنید، یا هر چقدر متن‌های بیشتری بخونید بهتر میتونید زبانتون رو تقویت کنید. به ترتیب اینا رو توضیح دادم، به ترتیبم به نظرم اهمیت داره و سعی کردم یه موضوعی باشه که به دردتون بخوره. اگر جالب بود واسهتون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنین و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.